سلام دوستان، خوش اومدید به برنامه دیگه ای از کانال ویدیویی ایران گلوبال. من کیانوش توکلی هستم. امروز دکتر مهرداد درویشپور جامعه شناس رو روی خط داریم. مهرداد، خوش اومدید به برنامه ما. سلام عرض میکنم کیانوش گرامی به شما و بینندگان این گفتگو در ایران گلوبال. هر شبت که میدونم جاد زیاد راحت نیست توی یک مکانی که بر صورت خارج از خونه خودت هست، احتمالا کسای دیگه هستن، ولی امیدواریم که بله ببین، ما میخوایم نمیخوام صحبت های تکراری بشه. 10 روزی که ایران را تکان داد، رهبران جمهوری اسلامی رو به شدت نگران کرد، اپوزیسیون رو به تکاپو انداخت، به خصوص در خارج کشور ما ببینیم جلوی تمام سفارتخونه ها و اینها تظاهرات های چشمگیری بوده و در درون حکومت هم خب به هر صورت بعد از رفع خطر دوباره انگار که افتادن به بهره برداری از این. من ابتداعا خیلی مختصر در مورد علل خیزش از تو سوال میکنم و بعد سوالاتی دارم که حتما تر میکنم. بفرمایید، میکروفون در اختیارتونه. ببینید، این خیزش هم یک بُعد اقتصادی داشت که نارضایتی های عمومی ناشی از گرانی، ناشی از در واقع فساد، ناشی از دزدی و اختلاس، گسترش شکاف طبقاتی در جامعه، بیکاری، تنگ دستی که مردم رو فلج کرده بود، یک عامل بسیار مهم در واقع بروز این شورش های خیابانی بود. عامل دیگرش مسئله سیاسی. ببینید، در جامعه ایران مردم دهه هاست که در واقع احساس میکنن حکومت اسلامی نه تنها برخلاف شعارهایی که داده هیچ دردی از تهیدستان و به اصطلاح به نام حکومت مستضعفین هیچ کمکی برای محرومان جامعه نبوده، بلکه با سرکوب سیاسی، با استبداد خشن دینی، با یک نظام ایدئولوژیک هیچ گروه اجتماعی درخوری رو در واقع در امان نگذاشته. سیستماتیک علیه زنان، علیه اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی، گرایش‌های به اصطلاح جنسی دیگر، علیه جوانان و در تمام زمینه‌ها در واقع سعی کرده سیستماتیک جامعه رو سرکوب کنه. خب این نارضایتی سیاسی هم مردم 2 دهه با امید به اصلاحات در واقع رفتن در انتخاباتی شرکت کردن، رأی دادن و سعی کردن که تغییری مسالمت آمیز و حتی از بالا رو بهش امید ببندن که این تغییرات حاصل نشد و نشون داد حکومت اصلاحات رو هم تحمل نمی‌کنه. در جریان جنبش سبز مردم آمدن در خیابان سعی کردن، باز هم درست به خیابان آمدن اما هنوز سعی کردن در چارچوب قانون اساسی، گفتمان اصلاح طلبی، تغییر در وضعیت ایجاد کنن. سرکوب قطعی جنبش سبز و بعد از اون در واقع احیای یک اختناق تمام عیار در جامعه نشانگر این بود که حکومت با انسداد سیاسی سرنوشتش گره خورده و حاضر نیست که نوعی آزادی، نوعی اصلاحات رو بپذیره. خب جامعه‌ای که در زمینه سیاسی با سرکوب روبروست، در زمینه اقتصادی با فقر، نارضایتی، شکاف‌های طبقاتی روبروست، به لحاظ امنیت احساس می‌کنه ماجراجویی‌های حکومت اسلامی در منطقه و در سطح جهان خطر جنگ و در واقع بحران‌های سیاسی رو دائما به کشور تحمیل می‌کنه. یک جای این مردم در واقع چی میگن، قطره آخر لیوان آب پر میشه و لبریز میشه. این اعتراضی که صورت گرفت به این ترتیب هم اعتراضی علیه ناامنی اجتماعی است، هم اعتراضی است علیه بی‌عدالتی، هم اعتراضی است علیه فقدان دموکراسی و هم اعتراضی است علیه کل حاکمیت دینی. از این نظر این اعتراضات رو باید به نوعی بیان یک صدای سوم، مردمی که دیگر نمیخوان آلت دست این یا آن جناح بشن، برشمرد و باید اون نوعی ساختار شکنی دیگر گفتمان جامعه روشنفکران نیست. در 90 شهر اگر مردم با شعار جمهوری اسلامی نمیخواین یا مرگ بر خامنه ای به میدان آمدن و یک شعار دینی هم داده نشد، این به این معنیه که ما از این مرحله عبور کردیم.
اون مرحله اینه که سیطره اصلاح طلبان و اصلاح اصولگرایان به نظر من برچیده شده و درسته که این جنبش سرکوب شد، اما به نظر من نطفه ای رو بست و این رو هم حاکمان فهمیدن، هم اپوزیسیون فهمید، هم به خصوص کسانی که اصلاح طلبانی که جلوی این جنبش ایستادن، سعی کردن مردم رو بهراسانن از ترس سوریه ای شدن ایران و سعی کردن به نوعی همسو با حکومت شدن، با اصولگرایان شدن، با ولی فقیه شدن جلوی مردم. به نظر من اونها به یک معنی صرف نظر از ولی فقیه یکی از اصلی ترین بازندگان این صحنه بودن و آنچه که ما شاهدش هستیم این است که به نظرم برایندهای بعدی نیروی سوم، آنهایی که خواستار ساختار شکنی گذار از حکومت هستند و یک حاکمیت سکولار و دموکراتیک و خواستار عدالت اجتماعی هستند، اینها وزن اجتماعی نقششون و رنگشون در آینده خیلی برجسته تر خواهد شد. بنابراین من در مقاله نوشته بودم آیا این حرکت آبستن یک انقلاب دیگره، به عنوان یک علامت سوال مطرح کرده بودم. پاسخ خودم به این معنی اینه که درست سرکوب شد، ولی میدونید چیزی رو نطفه گذاشت که امروز دیگر بعیده که جامعه رو بشه به دوران گذشته برگردان و فقط با انتخابا با به اصطلاح گفتمان اصلاح طلبی اداره کرد. ما شاهد یک تحول به نظر من شگفت در جامعه خواهیم بود. یک مسئله زمانی است، نمیدانیم برآمده بعدی کی خواهد بود، ولی فکر میکنم نطفه اون در این حرکت اخیر که ایران و جهان رو لرزان بسته شد و همه غافلگیر شدن، همونطور که شما گفتید، هم اپوزیسیون هم حکومت. خب ببینید، شما از نظر شما مهمترین شعارهایی که داده شد چیا بوده؟ ما یک شعارهای سلبی داشتیم نظیر جمهوری اسلامی نمیخواییم، یا به پلیس دزد و بگیر، یعنی اختلاس کنندگان، فساد، اختلاس علیه ولی فقیه، و این شعارها سلبی بود. بنابراین شعارهای سلبی به اندازه کافی ساختار شکن بود که به این معنی بود ملت مایل نیستن در چارچوب این یا اون رقیب سیاسی اعتراضاتشون مورد بهره برداری قرار بگیره. ولی شعارهای ایجابی هم داشت. وقتی گفته میشه اسلام را پله کردید، مردم را ذله کرد، صداتون قطع شد. دوستان با عرض پوزش، صدای دوستمون آقای مرداد درویشپور قطع شد. امیدوارم که البته در دو شعار بازداد آیا صدای من قطعه؟ الان خوبه، بفرمایید. داشتم میگفتم استقلال آزادی جمهوری ایرانی معناش اینه که مردم از استقلال به معنای عدم مداخله دارای خارجی است، آزادی به معنای در واقع دموکراسی و جمهوری در برابر جمهوری اسلامی، یعنی یک نظام سکولار، یک نظامی که در واقع دینی نباشه. خب هم این خب آقای مرداد درویشپور، من فهم میکنم تو این کافه که شما هستین این اینترنتش انگار خوب کار نمیکنه، یا اینکه قطع و وصل میشه. صدای منو داری؟ ما با دموکراسی و شعارهای مرداد صدات قطع و وصل میشه، من نمیدونم چیه، اینترنت خودته یا اینترنت اون محلی که داری صحبت میکنی؟ من صدای شما رو دارم، شما صدای منو داری؟ الان دارم، ولی گاهی وقتی قطع میشه. مرداد شما، من دارم، من صدای شما رو دارم. باشه، خب صحبت کنین. میخوای؟ آره. بله. ببین من یه سوالی تر میکنم، شاید حالا تو این فاصله بله. یعنی در همین مسئله در واقع شعارها. مرداد یه خورده باید بیای بالاتر، رفتی پایین دوباره. یه خورده بیای بالاتر. آره، حالا خوبه. ببین من یه مقاله خوندم جالب بود، میگه بابا توی شعارها توی تظاهرات نباید زیاد ریزبین بود و اینا رو به در واقع به صورت احکام در آورد،
هرچند که یک سری شعارها بودن مثل نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران یا جمهوری ایرانی، اینا خب خاص همه مردم به نظر میرسه، یعنی نمیخوان سیاست منطقه‌ای رو، یا اینکه مثلا اصولگرا اصلاح طلب تموم شد ماجرا. آیا مثلا با همین شعار مثلا فکر میکنیم که دیگه اصلاح طلبا نتونن هیچ کاری انجام بدن، یا این روندهایی که به هر صورت اصلاح طلبا برای خودشون در نظر گرفتن، یعنی چون اصلاح طلبی در رابطه زمانیه که نیروی مخالف، نیروی به اصطلاح حالا اسمش میتونیم انحلال طلب بذاریم، سرنگون طلب بذاریم، یا ساختار شکن بذاریم، این شعارا رو شما جدی میگیرید؟ ببینید خیلی به نظر من دور از تصوره که تحولی در ایران شکل بگیره اصلاح طلبان در اون هیچ نقشی نداشته باشن. درست. اصلا اینطوری نیستش که جامعه اصلاح طلب به خاطر این حرکت های اعتراضی دود شد رفت هوا، چنین نیست. بالاخره این که حتی در شهرهای بزرگی نظیر تهران جمعیت قابل توجهی نپیوستن به این حرکت های اعتراضی، به گمان من نفوذ اصلاح طلبان در طبقه متوسط گسترده است و این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین بحث بر سر این نیست که اصلاح طلبان تمام شدن یا یک نیروی سیاسی جدی نخواهند بود. این اصلا خوشخیالی است، این اصلا ساده اندیشی است و اصلا نقد ما هم به رفتار اصلاح طلبان این نیست. وقتی میگیم شما بازنده این صحنه بودید به این معنی است که اصلا موضوعیتشون تموم شد. نکته اینجا، این به نظرم نکته بسیار مهمی، در جنبش سبز جناب توکلی من شما هم شرکت کردیم، گرچه که هر دوی ما جمهوری خواهیم نیست؟ نه. جمهوری خواهی با اینکه شعار جمهوری ایرانی رو داشتیم، با اینکه میدونستیم خاص جنبش سبز بیشتر راجع به حق رأی من کجاست بود، با اینکه میدونستیم رهبریش رو به اصطلاح اصلاح طلبان دینی دارن، تماشاگر آن صحنه نشدیم، مشارکت کردیم، سعی با صداتون قطع شد، صداتون قطع شد. دوستان با عرض معذرت، انگار این قطع و وصل ادامه داره. با آقای مرداد درویش پور درباره خیزش شعارها و رهبری صحبت میکنیم. مرداد اگه صدامو داری یه ندایی بده. همسویمونو آره. با آره داریم، برای صحبت ادامه بدم. آره ببین هر از گاهی قطع میشه. آره من نمیدونم آره بگو. من گفتم در اون دوره شرکت کردیم، مشارکت کردیم، نقد خودمونو داشتیم و در این حال همسو شدیم علیه استبداد دینی با جریان اصلاح طلب نیست. حالا سوال من اینجاست، اگر اصلاح طلبان امروز در این حرکت همگانی هر چقدر دست با شکسته شرکت میکردن، مشارکت میکردن، حتی انتقاد میکردن که شعارها تو بازم قطع شد صدا. دوستان باز کنار حضور علی بگو. آره داشتیم میگفتیم که ما در جنبش سبز با اینکه رهبری در دست اصلاح طلبان بود شرکت کردیم، ولی این بار در واقع اصلاح طلبان تکون نخوردن و هیچ حرکتی نکردن و عملا رفتن کنار جنای اصولگرا. صدامو داری؟ ما آره تا اینجا شو مشه. خب ببین مرداد، اینو من ادامه بده بعد من سوال بعدی رو ترک کنم، یه مقدار فکر کنم مشکل داری. آره بله، این باعث میشه که در واقع اصلاح طلبان به شدت تصویر منفی از خودشون گذاشتن، نفوذ خودشون رو تو جامعه محدودتر کردن، شکاف بین خودشون و بخشای جمهوری خواه اپوزیسیون گسترده تر کردن و در واقع این محافظه‌کاری سیاسی به نظر من یک قماری بود که بازنده اصلی خودشون در آمدن، از ترس اینکه حکومت انگ برانداز بهشون نزنه در واقع نشون دادن که کنار مردم توحیده است، زحمتکش، مردم ساختار شکن نیستن و خب این موقعیت اونها رو
ضعیفتر کرده. من نمیگم اصلاح طلبان یک سره حذف شدن از صحنه سیاسی در واقع جامعه، اما اصلاح طلبان اگر میتوانستن رأی مردم رو بگیرن به خاطر این بود که نارضایتی مردم رو میخواستن نمایندگی کنن. وقتی که جلوی مردم میایستن به نظرم نفوذشون از دست میدن و نقششون کمرنگتر میشه. انتظار من این بود که جریان اصلاح طلب در این زمینه با حداقل بخشای رادیکالش شجاعانه تر شرکت کنه. بله، این قطع وصلا انگار ادامه داره. مرداد، من برای اینکه تا تو بیای روی خط، من اشاره بکنم به نامه مخملباب به تاجزاده که دقیقا این وضعیت رو برای اونا تشریح کرد و تاجزاده مسئله سوریه شدن ایران رو طرح کرد. بگو، دارم صدا تو، بگو صدا تو دارم. دوستان با عرض معذرت، با ما همچنان مشکل داریم، در هر از گاهی در واقع صدای مهرداد عزیز قطع میشه به دلیل اینکه الان داری مهرداد صدامو؟ من صدای شما رو دارم. آره برای اینکه مهرداد قطع میشه گاهی وقتی، یعنی هر چند دقیقه یه بار قطع میشه و احتمالا تو صدای ما رو داری. بگو، من تو این فاصله که صدا قطع بود اشاره کردم به نامه مخملباب به تاجزاده. نمیدونم، آره این خیلی نامه جالبی بود، خیلی نامه گویایی بود و در رابطه با آره، یعنی در تکمیل صحبتت من در واقع گفتم. بله فهمیدم، خواستم بگم ببینید نامه مخملباب در واقع به یک نکته مهمی اشاره میکنه و آن هم این هستش که سوریه‌ای شدن ایران به اصطلاح یک انگیز یا یک سناریویی است که با ترساندن مردم از اون سعی میکنن اصلاح طلبان مردم رو به تمکین به حکومت اسلامی وادارن. خب خود این حرف رو ولی فقیه هم میزنه. اگر قرار باشه آقای تاجزاده یا اصلاح طلبان همین حرف رو بزنن، مردم دیگه موضوعیتی نداره. نوعی همصدایی همسویی بین در واقع اصلاح طلبان و ولی فقیه شکل گرفته و این کار تأثیر بسیار بسیار منفی میذاره. ما مخالف سوریه کردن ایرانی قطعا، ولی راه مخالفت با سوریه کردن ایران فراگیر شدن جنبش همگانی، گسترش و مشارکت بیشتر هرچی بیشتر مردم برای تحول مسالمت آمیزه. اتفاقا کنار حکومت ولی فقیه ایستادن و تلاش برای در واقع دراز مدت کردن عمر اون بیشتر خطر سوریه‌ای کردن ایران رو در بر داره. از این نظر به نظرم درست یک نعل وارونه است که اصلاح طلبان زد. خب ببینید، الان چون عملا تو موقعیت خوبی قرار نداری به لحاظ کنکشن و جا، من سعی میکنم که آخرین سوال رو طرح بکنم. ببینید، بعضی ها میگن این جنبش رهبری داشته، بعضی ها میگن رهبری نداشته، و به نظر شما رهبری داشت یا نداشت؟ قطعا رهبری نداشت. حرکت خودانگیخته بود در 90 شهر و در واقع بیشتر مردم از طریق اینترنت که خبر گرفتن فهمیدن تو اون شهر چه خبر، شعارها چیه، و رهبری سیاسی نداشت. اما به گمان من خود این امر جامعه اپوزیسیون داخل خارج رو به فکر فرو برد، چون جنبشی که خود انگیخته باشه اگر در دراز مدت بدون رهبری و هدایت باشه پایداریش خدشه‌دار میشه، میتونه آسیب بخوره، میتونه در واقع فروکش بشه یا سرکوب بشه. از این نظر به نظر من وظیفه جامعه اپوزیسیون داخل و خارج کشور هست که ضمن اینکه حمایت تمام عیار بکنه از این حرکت ها، حمایت های بین المللی حقوق بشری رو در دفاع از مردم ایران تشویق بکنه، نه حمایت دعوت مداخله خارجی یا حمله نظامی به ایران، حمایت گسترده تر از این حرکت ها و تلاش برای منسجم کردن نیروهای اپوزیسیون به گمان من زمینه بهتر و امید بیشتری ایجاد میکنه که در واقع در خیزش بعدی این حرکت ها بتونه سازمان یافته تر باشه، دراز مدت تر باشه و بخت بیشتری داشته باشه برای به ثمر رسیدن. مردا جان، تو این رابطه من یه نظری رو خوندم که به نظر من دور از واقعیت نیست. صحبت از 5 طیف شبکه‌ای بودن
که از طریق تلگرام تونستن تأثیر بذارن، تا جایی که جمهوری اسلامی تلگرام به خاطر اون گروه که 1.4 میلیون عضو در کانال تلگرام داشت. من اینا رو میخونم. ریستارت مال سید محمد حسینی، شبکه بیان که اونو حمایت کرده، صفحه آخر مهدی فلاحتی که مهمترین میزبان روح الله زن بوده، چهارمی آمد نیوز، پنجمی در واقع علی جوانمردی. اینکه اینا بین اینا ارتباط هست یا نیست، این چندین شبکه تاثیرگذار بودن. در این حال از روشهایی رو استفاده کردن که با اخلاق سیاسی چندان شاید مغایر نباشه. یعنی میخوام بگم که جنبش همینجوری بی رهبری نبوده، ضمن اینکه طیف‌های شبکه‌هایی وجود داشتن که حالا اینا ارتباطشون چیه، چگونه هست و اخباری که میدن بیرون تا چقدر صحت داشته باشه و بر اساس یک استراتژی، مثلا چه استراتژی دارن پیش میبرن. به هر صورت در این حد تو هم فکر کنم موافقی که اینا به تاثیرگذارترین نیرو در این برهه بودن. ببینید هر کسی در اصل اینترنت، هر شبکه تلویزیونی، رادیویی، مجازی، بالاخره با انتقال اخبار تاثیرات خودش رو میگذره. هیچ نشانی از این مسئله که یک گروه خاص، یک شخص خاص نقش برجسته‌ای در این ماجرا داشته ما در دست نداریم. هر کسی میتونه در واقع به میزان اینکه بیننده بیشتر یا مخاطب بیشتری داشته باشه در انتقال اخبار تاثیر گذاشته باشه. اما مهمترین علت وحشت حکومت اینه که تلگرام در ایران خیلی بیننده داره و وقتی عکسای تظاهرات رو در هر شهر بذاری بلافاصله شهر بعدی هم تاثیر میپذیره، اونو ادامه میده. کمان که با بستن اینترنت سعی کردن خبررسانی رو دشوار بکنن و اتفاقا از این طریق مهار کردن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که، گرچه انکار نباید کرد نقش تمام رسانه‌ها رو، فکر نمی‌کنم که این حرکت از خارج هدایت شده. فکر نمی‌کنم که این حرکتی است که گروه خاصی نقش خیلی برجسته‌تری از دیگری داشته باشه. فکر می‌کنم این در واقع عمق انزجار مردم از حکومت اسلامی، اوج نارضایتی‌ها و استیصالی که در این خودانگیختگی نقش داشته و این تونستن 90 شهر، اتفاقا بیشتر هم شهرهای کوچک، این ماجرا رو بازتابیدنش و درده شکاف های اجتماعی است و شکاف بین جامعه و نظام سیاسی است که به نظر من زنگ خطری رو برای هم حکومت ایجاد کرده و هم جامعه اپوزیسیون رو به خود آورده که اگر میخواد تأثیر گذار باشه باید ارتباطش رو با این جنبش اجتماعی گسترده تر بکنه، صفوف خودش رو منسجم تر. خب مرداد، ما به آخر برنامه رسیدیم. اگر نکته‌ای، سخنی، حرفی ناگفته مونده، میکروفون در اختیار شماست. من بیشتر میخواستم باز صحبت بکنم، حقیقتا با این محدودیتی که تو داری در اون کافه نشستی و اینترنت هم خب مرتب قطع و وصل میشه، بیشتر مزاحمت نمیشم، ولی اگر صحبتی داری میکروفون در اختیارته. استراتژی که یاد شد قول میدم در یه فرصت دیگری با کیفیت بهتر و فضای آرامتر میتونیم گفتگوی موثرتری رو داشته باشیم و نه حرف دیگری رو در لحظه حاضر ندارم که اضافه بکنم با توجه به مشکلات اینترنتی. خواهش میکنم. من فیسبوک رو ببندم، بعدشم